منابع محلی از تحویل 50 سنی تنروی داعشی از اردوگاه الهول سوریه به مقامهای های عراق خبر دادند. گروه مخالفان حکومت سوریه موسوم به دیدبان حقوق بشر در سوریه اعلام کرد که شبه نظامیان موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه قصد 50 عنصر تروریستی داعشی را که تابعیت عراقی دارند به اداره اطلاعات و مبارزه با تروریسم استان نینوا در شمال غربی عراق تحویل دادند. این عناصر از و طریق گذرگاه الولی در مرز سوریه و اقلیم کردستان عراق تحویل شدند بر اساس این گزارش گروه دیدبان حقوق بشر سوریه دوازدهم آگوست گذشته نیز اعلام کرد که 150 خانواده داعشی دارای تابعیت عراقی اردوگاه الهور را ترک کرده و به کشور خود بازگشتند مقام های سوریه بارها از کشورهای جهان خواسته اند تا شهروندان خود را که بخشی از داعش بوده اند و در حال حاضر در اردوگاه الهول ساکن هستند بازگردانند. پیش از این نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد درباره وضعیت اردوگاه الهول در این کشور هشدار داد و گفت که کودکان در این اردوگاه با خطر شستشوی مغزی و تزریق تفکر تکفیری روبرو هستند. اردوگاه الهول در 45 کیلومتری شرق شهر الحسکه در شمال سوریه قرار دارد وزیر نظر گروه مسلح موسوم به نیروهای سوریه دموکراتیک اداره می شود.